درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. آنچه که در چند ماه اخیر دیدیم اوج قله یک کشمکش سیاسی بین شاهزاده رضا پهلوی از یک سو و جمعی رنگارنگ متشکل از چهار گروه به ظاهر متحد بر علیه ملت و میهن و پادشاه و تاریخ و فرهنگ ایران از سوی دیگه بود. ناگهان یک جریانی اتفاق میفته. آقای شکلی، آقای آدم بسیار نازنینی به نام آقای حامد اسماعیلی، هر قدمی که برمیداره، هر حرفی که میزنه، هر کاری که میکنه پرفکت، اشتباه نمیکنه. شما یه دونه مصاحبه از حامد اسماعیلیون با بی بی سی و ایران اینترنشنال دیدید؟ داشته من نمیدونم، اگه داشته به من بگید شاید من اشتباه میکنم. اعلام تظاهرات میکنه 185 تا شهر، شهرهایی که حتی اسمش هم به گوش من شما نخورده استقبال میکنم. دمش گرم، آفرین. مردی که داغداره، همسر و فرزندش رو، همسر و حاملش رو از دست داده، شخصیت تحصیل کرده. چهار گروهی که اگرچه متحد به نظر میرسن ولی به خون یکدیگر تشنند و هر یک از اونا اگر فرصت پیدا کنه دیگران رو قلقم میکنه. این چهار گروه عبارتند از لابی های رژیم جنایتکار جمهوری نکبت و مزدوران صادراتی آن. گروه های خائن و شورشی 57 شامل حزب توده، مزخرفین خلق، چریک های فدایی، ملی منقلیا، مصدقی ها و گروه های احزاب تجزیه طلب به ویژه کوموله و دموکرات و گلوبالیست ها و چپگرایان جهانی و جهان وطنی. و مشکل اینجا بود که این چهار گروه استاد فریب و نیرنگ و توته و دستیسن و اینجوری بود که تونستن بخشی از ملت خوشقلب و مهربان ما رو با عناوین مختلف به خودشون جلب کنن. در همین رابطه نگاهی کوتاه به لابلای خطوط تلویزیون شهرام شارلاتان که تبدیل به تریبون کاندیدای ریاست جمهوری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یعنی قاسم شعله سعدی شده بندازیم و ببینیم زدن پهلوی به قیمت تطهیر علی خامنه‌ایه یا مثلا یک نظام حزبی. اینا که قابل انکار که نیست که شاه حتی گفت که یا عضو حزب رستاخیز بشید یا پاسپورت بگیرید از کشور برید بیرون. خامنه‌ای هنوز جرأت نمی‌کنه از این حرفا بزنه. شهرام همایون و سایر مسئولین تلویزیون کانال یک که ادعای حمایت از خاندان ایرانساز پهلوی رو دارن باید توضیح بدن به چه دلیلی محلی برای جولان دادن علی تجزیه یا همان علی ناجوانمردی دشمن صریح خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی شدن. اصلاحات براندازی از راه اصلاحات، این ادعای من دیگه، این رو من ادعا کردم. ما خانه براندازی، آقای تاج‌زاده‌ام خانه براندازی از راه اصلاحات، خیلی خانه براندازی از راه اصلاحات. همین الان در داخل ایران براندازی از راه اصلاحات. دیگه بس وسط بازی. این تلویزیون فقط دست در تولید اپوزیسیون پهلوی داره. یکی از این افراد بهنام بهشتیه که اولین بار توسط شهرام شارلاتان کشف و به تلویزیون دعوت شد تا مأموریت تخریب و پهلوی ستیزی رو انجام بده. بله، جدیدترین دشمن پهلوی ساخته شده و دستپخت شهرام همایونه. دو مهمان عزیز، آقای حسن اعتمادی، چهره آشنا، و آقای بهنام بهشتی. آقای اعتمادی درود بر شما. درود بر شما آقای همایون، درود بر آقای بهشتی، همکارانتون و بینندگان عزیز کانال یک. آقای بهشتی درود بر شما. اگه دوال نمیدونستید ملیگرایی یعنی چی، بهتون گفتم رضا پهلوی ملیگراست. خیلی ما هممون نابودیم اگه چنین چیزی رو باور کردید. ملیگرایی اپوزیسیون رضا پهلوی و محمد رضا پهلوی بوده. این اپوزیسیونش بوده که ملی بوده. اینا ضد ملی بودن. وابسته به خارجی، تو سر مردم زدن، هیچ وقت هم صادق نبودن. هیچ کدومشون از رضا شاه تا محمد رضا شاه تا آقای شاهزاده پهلوی تا فرح دیبا، این خانواده هرگز به ما راست نگفت. اگر یادتون باشه در تجمع بزرگ 11 فوریه برابر با 22 بهمن 1401 که با بیش از 180 هزار نفر وطنخواهان در لس آنجلس و البته بسیاری از شهرهای جهان پیرو فراخوان شهریار ایران بود، دو متخصص ویروس شناس میهن پرست نیز دیده شدن که هر دو بسیار معروفند و این بسیاری از تروریست های 57 رو آشفته کرد. درسته جناب پرویز ثابتی متخصص ویروس شناسی اجتماعی که هر ویروسی رو محبوس کرد بعدها به گواه تاریخ و عملکرد جنایتکارانه تک تک اونا مشخص شد که آزادی اونا
خطرات بزرگی برای ملک و ملت بود و دیگر متخصص خانم پروفسور ثابتی ویروس شناس که جوایز بین‌المللی در این رشته رو دریافت کرده و انتشار تصویر پدر و دختر ویروس شناس ایرانی در یک قاب موجبات کهیر زدن تمام ویروس های 57 شد. جامعه‌ای که مورد تهاجم ویروس های سرخ و سیاه قرار گرفته برای درمان نیازمند ویروس شناسان خوشنامه. مثلا یکی از این ویروس ها توییت زده. ببینید سیامک شجاعی نوشته که پدرم سردفتر اسناد رسمی 327 تهران بود. آقای عابدی دو شغله بود و هم دبیر دبیرستان نارمک بود و هم دفتریار پدرم. مرد شریفی بود. من رو تعلیم میداد تا سند نویس بشم. روزی یواشکی کتابی داد تا بخونم و گفت به کسی نگو. کتاب ماهی سیاه بود. از ترس ثابتی و اربابش کتاب خواندن هم ترسناک بود. و اینکه خمینیسم یعنی ملا چپی مجاهد محور کارشون بر دروغ و ترور استوار بوده و هست. کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شده بود و در دسترس عموم آزاد بود. اما چپ هرگز راست نگفت. مصداقش همینه. او هوادار مجاهدین منفوره. آرمانش همان آرمان خمینی ملعونه. هیچ تفاوتی هم با هم ندارن، فقط کروات و عمامه متفاوته. کتاب خواندن در زمان پهلوی تشویق و ترویج میشد. آنچه ممنوع بود جزوه‌های ساخت و به کار بردن بمب و آموزش جنگ شهری و چریک‌بازی بود که این جزوه‌ها رو لای جلد کتاب‌ها جاسازی می‌کردند و منتشر می‌کردند و زمانی که دستگیر می‌شدند ادعا می‌کردند به جرم کتاب خواندن دستگیر شدند. چپ وقی هرگز راست نگفت و نمیگه. در دادگاه گروه تروریستی صحراپیما موسوم به 23 نفر همین کتابخونا در جواب قاضی گفتن که بمبگذاری و کشتن مردم به قصد تحریک و تحرک توده جرم نیست و مسلسل و سیانور و نارنجک ابزار کارمونه. سندش هم در تصویر ببینید. بهرنگی در رود عرس هنگام شنا غرق شد. گفتن ساواک کش. خودشون حتی بریدگان از این خرابکاران اسلامی رو میکشتند و گردن ساواک میذاشتن. برای همینه که میگیم تا خمینیسم نابود نشه ایران آزاد نمیشه. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی از قربون؟ من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. من هویدا نصیری ربیعی ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون رو دادم. مسلماً طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلمهای مسمومشون درباره آقای خمینی هم گفته زیاد آقای خمینی هیتلره. و حال اون که همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه و منم تقریبا همینجورا هستم. ولی من خودم را یک آدم بی‌عاطفه نمیبینم. همیهن صادق خلخالی به قدری جنایت کرده که بخشی از آخوندای همین حکومت هم او رو گردن نمیگیرن. خلخالی اسب شاه رو کور کرد، شکنجه داد و کشت. هزاران انسان رو به جرم ناکرده بدون دادگاه کشت. فقط کافی بود وطن خواه و مشروطه خواه باشی کشته می شدی با شکنجه و در دادگاه یک دقیقه. توجه کن که به یک دقیقه هم گاهی نمی رسید زمان دادگاه. چپهای امروز و ملی مذهبی و مجاهدین که علیه ساواک و شاه مدعی هستند، این خلخالی جانی و جانستان رو در تمام جنایت‌های او حمایت کردند و همراش بودند و همیارش. سوال اینه که جنایتکاران 57 اکنون با چه روی طلبگار شدن؟ آیا فکر می‌کنن که دوچار فراموشی شدیم؟ زهی خیال باطل. به خاطر اینکه ما سینما رکس یادمون نرفته کباب کردن انسان‌ها. ساواک با اینا طرف بود. آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیست؟ شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعه‌مون از حقوقدان؟ نه، وکیل البته حقوقدان ها که چون اینها ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستند و اطلاعی ندارن و ما عقیدمون این نیست که متهم نمیتواند برای خودش وکیل بگیره. وکیل خب کسی برای فروش خانه
برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره، تو برای جانش نمیتونه وکیل بگیره، وکیل میشود گرفت. اما عمده اینه که این وکلا حاضر نبودن وکالت کنن، برای خاطر اینکه تا آخر عمره نمیتونستن زندگی کنن. برای اون جهت و ثانیاً ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم، چون هویدا جواب نمیتونست بده ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. خب نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستیم؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟ مجلس مؤسسان همونجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم، حالا 75 نفر 70 نفر. پس من عقیدم اینه که اگر خود آقا صحه بگذاره به همه این مواد، مردم اینو قبول دارن، احتیاج به 75 نفر هم نداریم. خب خلخلی مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحه داره؟ و اگر بله شما کدومشون هستید؟ مسلم اول اسلام بعد ایران. یکی از دلایل مخالفت با بازگشت پادشاهی توسط تمام احزاب و خرابکارهای 57 ترس از پاسخگویی اونا در دادگاه‌های عادلانه در مورد جنایت‌هایی که مرتکب شدن. در این جنایت‌ها همه احزاب 57 شریک بودن، همونایی که امروز اکثرا به عنوان فعالین حقوق بشر خودشون رو جا زدن و همراه با آخوندای حاکم در ستیز با پهلوی هستن. که یک مصدقی مسلمان معتقد به پرداخت وجوهات شرعی، وجوهات شرعیش را به کسی می‌پردازه که با اون رژیمی که ضد مصدقی بود مبارزه می‌کنه، و بین روحانیون تنها کسی که این کار را انجام می‌داد خمینی. پس کمک فوق‌العاده‌ای هنگفتی به اون معنا به خمینی من نمی کردم. همون وجه شرعی را که باید به یه مجتهد دیگری می پرداختم به آقای خمینی می پرداختم. این بود تا سال فکر می کنم 47 و 48 و اینها 49 50، که یه سفری که به اروپا اومده بودم آقای بنی‌صدر بهش گفتم که من برای خمینی تو جهات شرعی می فرستم. چرا توسط من نمی فرستم؟ گفتم چرا اونجا ما رابطی داریم میره میاد، خطرم براش داره، بیچاره این کارو میکنه. گفت خب هم برای اینکه خطر اونو کم کنی و هم توسط من بفرستید، چون من این وجوهات که به آقای خمینی میبرم 10%شو برای کارهای سیاسی ازش میگیرم و این کارو از طریق من بکن که 10%ام بیاد برای کار خودمون، کار سیاسی خودمون. گفتم من حرفی ندارم. از اون تاریخ به بعد وجوهات شرعی که من پرداختم توسط آقای بنی‌صدر از طریق پاریس برایشون فرستادم، رسیدم میگرفتم، رسید به امضای آقای خمینی میآورد. 10% خودشون خودش میدونست دیگه، آقای خمینی به من مربوط من. عبدالرحمن برومند که میلیون ها فرانک به خمینی کمک مالی کرده بود از طرف خودش و بازاریان تهران، در سال 1370 در پاریس به دست جمهوری اسلامی حذف فیزیکی شد. اکنون دختر این تروریست لادن برومند از پرویز ثابتی ریاست اداره سوم ساواک شکایت کرده که چرا امثال پدرم رو بازداشت میکردی، اما از رژیم به خاطر قتل پدرش هیچ شکایتی نکرده. جلال خالق. و اینکه عبدالرحمن برومند از رهبران جبهه ضد ملی ایران بود و از موجدین افتضاح وحشتی که درخت جمهوری فلاکت 57 رو کاشتن، و دخترش لادن برومند اولین بازجو خبرنگار جمهوری نکبت اسلامی بود که از هویدا بازجویی همراه با توهین و ناسزا کرد، و آمن سادات ذبیح‌پورها شاگردان لادن برومند هستند. و لطفاً به این نکته مهم دقت کنید که پدر لاله برومند رو جمهوری نکبت اسلامی کشته، او از ساواک و ثابتی شکایت کرده. وقاحت در ذات 57 ریشه داره، یعنی توف به شرف نداشته همه شما، ولی حافظه تاریخی ما هنوز کار میکنه و اینکه اجازه نمیدیم هم کسی فراموشش بشه. کور خوندید. همه کسانی که به نوعی همچنان به اولاد جواب وفا دارن و فکر میکنن شکوهمند بوده و فکر میکردن درست بوده، همشون بلا استثناء امروز پاشنشون رو برکشیدن که با رضا پهلوی دشمنی کنن. شما نگاه کنید، همه کسانی که به هیچ وجه منت وجود حاضر نبودن پای یه میز بشینن با هم دیگه، در ضدیت با رضا پهلوی حاضرن. یه تظاهرات پاریس بود که بی بی سی انتشارش داد، فرقه رجبی
این به اصطلاح کسانی که پرچم تجزیه طلبی بلند می‌کردن به اضافه همه قزمیت های چپ کمونیست های قزمیت کنار هم بودن. آخه ببینید امروز ما می‌بینیم در دشمنی با رضا پهلوی کردایی که به مجاهدین گفت کش و مجاهدینی که برای قتل بی‌رحمانه قاسملو جشن گرفته بودن الان با هم دیگه رفیق شدن سر چی؟ سر دشمنی با رضا پهلوی. خیلی جالب. خب در شما وقت انتظار دارید نسل جوان در مقابل شما نیسته و خیلی انتظار دارید نسل جوان نیاد بیراتون بگیره. خب اینه دیگه، از ماست که بر ماست. اونایی که امروز به پهلوی به بهانه ساواک حمله میکنند و پشت عناوین حقوق بشر پنهان شدن رو باید ببینیم کیان. اینا خمینیسمن، یعنی ملا چپی مجاهد. سال 57 حقوق بشر رو قبول نداشتن. به تصویر دقت کنید، کشدار وطنخواهان مشروطه رو در بیدادگاه‌های چند دقیقه‌ای هم کمکاری میدونستن. دادگاه‌های آخون خلخالی که همه چپ‌ها و مجاهدین و ملی مذهبی‌ها عاشقش بودن به دقیقه گاهی نمی رسید. گاهی عشقی جوانای مشروط خواه رو به ستون ردیف می کردن. یکی در میون اعدام و ابد می دادن. مستنداتش موجوده. حالا این افراد به نام حقوق بشر ادعاهایی علیه پهلوی و ساواک دارن. همه اینا رو من راحت شفاف دارم میگم. اگه مشکلی از فلان است بین خودمون بین درنبرد حل بشه و یه قرآن هم بین ما حاکم باشه، همه یا نیت میکنیم با هم کار میکنیم، و میبریم منفعت اونم توی شهر میبریم، یا نیت میکنیم آقا چون با شهر هر میذاریم این جدوه رو هم دیگه اذیت میکنیم. این به نظر من بهتره. سه تا گزینه هم بیشتر نداریم. یا شما برید یا با آقا ایستی منافع بچه‌ها رو تامین کنید، یا با ایستی با بچه‌ها هم بگن آقا ما دندون تمام کشیدیم بیرون دیگه هیچی از این شهر نمیخوام فلان بکنیم، یا با هم کار میکنیم. یه سه قالت هم بیشتر نداره. بچه‌ها بتونن صحبتشو بکنن، حرفشو بزنن، هیچ کس هم ادای تنگا رو در نره که من بچه مسلمونم و فلان واش کردن اینو تو بقیه که این دزدان و غارتگران 57 و دیگر پسر عموهای 57شون رو در یک قاب دارید میبینید. مشت نمونه خرواره. با دیدن تصویر جناب پرویز ثابتی در تجمع لس آنجلس همگیشون کهیر زدند و فریاد واویلا سر دادن. اگر ویروس ها و میکروب ها قرار بود سخن بگن، الکساندر فلمینگ بزرگ رو دیکتاتور و آنتیبیوتیک رو ابزار سرکوب میگفتن. اینا بزرگشون خمینی دجال روز ورودش با احساس هیچ و فلسفه پوچ گفت که ایران رو غنیمت گرفته. ما متوجه نشدیم تا خمینیسم نابود نشه ایران آزاد نمیشه. و اینکه یکی از مخاطبین محترم کانال این کامنت رو گذاشتن که برای نجات ایران و روسیه‌ای اپوزیسیون نماها یک دعوت جمعی به عمل بیارید و از همگی درخواست کنید که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان تنها آلترناتیو گذار از جمهوری نکبت اسلامی تا انتخابات توافق و اعلام کنند و کسانی رو هم که نمیپذیرن به عنوان خیانتکاران به ملت معرفی کنند. و به این نکته مهم هم لطفاً دقت کنید. یکی از کامنت های سایبریا خیلی جالب بود. نوشته بود شما چرا اینقدر شاهزاده میکنی؟ اون فقط 130,000 نفر طرفدار داره. رفتم دقت کردم دیدم ای داره راست میگه، ما شاهزاده رو خیلی کم داریم حمایت میکنیم. مسیح پولی نژاد 7,000,000 نفر فالوور داره، بعد اون وقت شاهزاده ما باید 130,000 نفر داشته باشه؟ دوستان لطفاً به دوستت، خواهرت، مادرت، پدرت، هر کدومی که شاهزاده رو دوست دارین، چون 95% ملت ایران الان طرفدار شاهزادن، چرا باید شاهزاده 130,000 نفر فالوور داشته باشه؟ این از بی‌عرضگی ماست. میدونید داریم کمکاری میکنیم. اگر تو به دوستت بگی شاهزاده رو فالو داری یا نه، اون گفت نه، بگی همین الان فالو کن و ازش درخواست کنی به دوستش هم اینو بگه، اون وقت شاهزاده ما دلگرمتر میشه و میدونه مردم چجوری پشتشن. لطفاً در این مورد و در این موقعیت حساس کمکاری نکنید. عرض کنم که بنده به عنوان کمترین فردی که در این گروه پادشاهی خواهان هست که علاقمند به آزادی ایران و علاقمند به نجات ایران هست، در کنار دوستهای جمهوری خواهم که تفکری جدا شاید از بنده داشته باشن ولی وطن پرست هستن و ایران دوست،
سعی بر این بود که یک نوع رقابت گفتمانی ایجاد بشه. چون متاسفانه بازیگران عرصه تئاتر سیاسی اینها تمایلشون بر این بود که یک گروهی رو حذف بکنن، چه با چماق، چه با فشنگ و گلوله، چه با کتمان واقعیت و حقیقت و چه با وارون معرفی کردن به اصطلاح تاریخ واقعی. کل خاندان پهلوی همین چند نفرن که تعدادشون هم توسط شورشیان 57 ترور شدند و برخیشون هم درگذشتند، در بهترین حالت با احتساب نسل جدید چیزی فراتر از این تعداد نیستند که در قیاس با 1000 فامیل ملا قجری که هر سلطان قجر یک حرمسرا و صدها بچه داشت هیچند. پژواک، نشریه مایانه سازمان دانشگاهی مقیم آنکارا در ترکیه. و جان کلام این که قماربازی غیر منطقی ترین کاریه که انسان ها انجام میدن، اما همین کار درون خودش از منطقی قوی و استوار برخورداره. مثلا یه تومن میذارن که 100 تومن ببرن و محالی که 100 تومن بذارن تا 1 تومن ببرن. اما مردم ایران در سال 57 احمقانه ترین قمار تاریخ بشریت رو مرتکب شدند و همه داشته های ارزشمند خودشون رو به میان گذاشتن تا بی ارزش ترین جنس عالم رو ببرن. قمار 57 احمقانه ترین قمار تاریخ بشریت بود که نسل فریب خورده ما مرتکب اون شد. همه جاه و جلال و توان و داشته های خودشون رو گذاشتن تا تعفن حوزه ها و افکار پوسیده آخونده رو تصاحب کنیم. انقلاب سفید رو دادیم تا انقلاب خونریز و جبار رو ببریم. شاه رو با آخوند تاخت زدیم، هویدا رو دادیم و در بهترین حالت موسوی انگر رو گرفتیم. تیمسار جهانبانی رو وسط گذاشتیم تا برنده فیروزآبادی و شمخانی و ازگل باشیم. همه مفاخر موسیقی ایرانی رو از جاشون بلند کردیم و محمود کریمی و سعید حدادیان و منصور ارضی و سعید توسی رو جاشون نشوندیم. راستی که نسل ما سرآمد نادانترین قماربازان تاریخه. سال 57 ما تمدن کوروش و بابل و پارس رو وانهادیم و در پی بربرهای جزیره عرب راه افتادیم تا خودمون رو به کازینوی انقلاب برسونیم و آن کنیم که نسلهای پس از ما هم باید تاوانش رو بده. اوه که چه بلاحتی، محشر ملتی چنین جاهل نمونه است. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و یک روز. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.